گردباد و طوفان هدهد بر مناطق ساحلی در شرق هند با بادهای به شدت 195 کیلومتر در ساعت فرود آمد که باعث تخریب امارات گردید و با وجود کوشش ها برای تخلیه گسترده این محل دو تن بر اثر آن کشته شدند. شهر ساحلی ویساکاپتنام که نفوذ آن 2 میلیون تن می باشد و محل یک مرکز عمده نظامی قوای بحریه به شمار می رود بر اثر این گردباد صدمه دیده است. تحت تأثیر این گردباد و طوفان نهایت شدید، ولسوالی های ساحلی شمالی آندراپردیش به شمول سریکاکولم، ویجیاناگرام، ویساکاپتنام و شرق و غرب گودواری با باد و باران های نهایت شدید مواجهند. میدان هوایی این شهر مسدود و قطارها نیز متوقف شدند. سیستم همکاری و اطلاع رسانی جهانی فاجعه که توسط وزیر ایالت اودشا اداره می شود، به روز یکشنبه بیان داشت که وضعیت را تحت نظارت دارد و اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تلفات توسط این طوفان هدهد روی دست گرفته است. تمام آمادگی ها در ولسوالی ها برای مقابله با تأثیرات این طوفان و باران شدید که متعاقب آن می باشد روی دست گرفته شده است. طبق معلومات تازه، 67752 نفر از ولسوالی های گجتنی، 67752 تن از ولسوالی های گجپتی، گنجم، کوراپت، رایاگادا، ماکانگری، کندراپارا و خوردا به 604 محل اقامت موقت تخلیه شدند. ملل متحد و کمیسیونری اروپایی پیشبینی شدید شدن بادها را تا 212 کیلومتر در ساعت کردند، در حالی که طوفان و گردباد هدهد بر مبنای شدت و قدرت آن در نمره 4 قرار داده شده است. طوفان‌هایی که معیار آن 4 مشخص می‌گردد دارای قدرت تخریب گسترده و فاجعه است. در این زمان یک طوفان قوی دیگر باعث باران‌های شدید در جزیره جنوبی اوکیناوا در ژاپن گردید و بروز یکشنبه به سمت جزیره کیاشو در حرکت بود. این دومین طوفان شدید در طول یک هفته به شمار می‌رود. در طوفان اول به نام فانتوم 7 تن به شمول یک آمریکایی کشته شدند. حداقل از مجروح شدن 35 تن بر اثر این طوفان در اوکیناوا و کیوشو گزارش شده است، در حالی که مقامات 150,000 تن دیگر را از محل طوفان تخلیه کردند و این طوفان باعث قطع برق به 60,000 منزل در منطقه شد. دینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.